دیگه روزانوت بشین یه دقیقه دو دقیقه چون زیارت آداب داره محترم بریم. قشنگ‌ترینش به نظرم بین الحرمین بود، یعنی نمیدونستم حرم حضرت حسین نگاه کنم یا حضرت ابوالفضل رو. نشسته بودم اون وسط نمیدونستم باید چی کار کنم. کجا بری؟ بابر قبله نه بین الحرمین ها بریم. آماده ای؟ اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم. خیلی کسا هست که دوست داره لحظه های اینجا رو درک بکنه. آرزوم کربلا نکنه میخوای بگی که منو به نوکری قبولم کن، من همین برام بسه، منو به نوکری قبولم کنید برام بس. نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشه، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشه. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شتیره. من یکی نمیتونم بیام روم و زمین نزن حسین. آقا توی صحن و سرات بیام روم و زمین نزن حسین. جلو زریه با صفات بیام روم و زمین نظر حسین. سلام، وقت بخیر. مسئول شاه محمدی هستم از استان قزوین ایران. بار اولمه اومدم اربعین، بار اولمه اومدم کربلا. دیگه طلبید دیگه. سال پیش خیلی هوس کرده بودم، منتها شرایطش پیش نیومد. گذرنامه نداشتم، مشکل داشتم، ولی امسال خدا خواست تونستم بیام. اولین اتفاقی که افتاد دوست داشتم اگه آقا به طلب بیام تجربه هم با بقیه به اشتراک بذارم، یه کاری کنم بقیه کسایی که توی جای دیگه دنیا با زبانهای مختلف بتونن این تجربه که من داشتم از دریچه دید من ببینن. به همین خاطر با خودم یه دوربین 360 آوردم، شروع کردم تصویر گرفتن از راهپیمایی خودم. بعد دوستان تو شبکه‌های اجتماعی منتشرش کنم با زبان انگلیسی تا کسای دیگه که توی دنیا هستن زبان ما رو نمیدونن اونا هم بتونن این تجربه نزدیک ببینن، شاید آقا به طلب اونا هم بیان. بیشتر این مسئله که ذهنمو درگیر کرد شاید اون تحقق اون جامعه بزرگ، اون منتهای علیه جامعه اسلامی، اینکه همه یه زمانی با هم برادر باشن، مهربان باشن، کنار همدیگه باشن، جامعه‌ای که دیگه مرزهای جغرافیایی نمیشناسه، نژاد نمیشناسه، ملیت نمیشناسه، این در حال تحققه. اولین احساسی که داشتم احساس غم بود. اتفاقاتی که تو این چند سال افتاده، مسیر پیاده روی کیفیتش بهتر شده، کلی امکانات اضافه شده، از همه مهمتر اینه که کلی یار پیدا شده. یعنی به طول بیش از 80 کیلومتر کسایی جمع شدن کنار این جاده که همه خودشون یارای امام حسین، فدای امام حسین بودن، در حالی که اهل بیت این موقع زمانی که داشتن برمیگشتن ارض کربلا همچین احساسی نبود، کسی کنارشون نبود، تنهایی بود، غم بود،
و خیلی ناراحت کننده است این غم عمیقی که اونا داشتن. این احساسی بود که بیشتر داشتن، تنهایی اونا رو بیشتر احساس میکرد. دستگاه ما حسین مناسباتش خیلی عجیب و غریبه. من همین توی مسیر که داشتم میومدم یکی از دوستان دیدم، دوستان دوران سربازی بود که بعد از مدت دیدم و واقعا چقدر دنیا کوچیکه که توی یه همچین بازه زمانی توی همچین مکانی من باید این آدم ملاقات کنم. در مورد یه مسئله دیگه هم صحبت کردم، شاید یه مسئله علمی هم بود صحبت کردم، برای بحث کسب و کار بود. ولی اتفاقی که افتاد این بود که همین مسیر و همین پیاده روی ما دو نفر رو بعد از مدت ها به هم رسون و من مثلا راجع به مسئله که باش صحبت کردم قانعش کردم که فلانی امیدت از دست نده. همین مسیر راهپیمایی نیست. 10 سال پیش 15 سال پیش توی مسیرات زائرا رو کشته میشدن، راه میومدن کشته میشدن، ولی الان ببین همه چی داره تغییر میکنه، همه چی امیدوارانه است. یعنی امیدت از دست نده، اتفاقات خوب میفته و ما این امید رو باید گسترشش بدیم، باید تبلیغش کنیم، به بقیه بگیم که نیاز هم نیست که مثلا ما دستگاه بزرگ تبلیغاتی هم نیازیست، ما شبکه‌های بزرگی نداریم، شبکه‌های ماهواره عجیب و غریبی نداریم، بودجه‌های عجیب و غریبی نداریم. فقط کافیه هر زائر به زائرین دیگه سفارش کنه، تجربه خودش رو به اشتراک بذاره، با هر مدیومی فرق نمی‌کنه، میتونه گفتار باشه، میتونه نوشتار باشه، هر چیزی که دم دستشون هست. الان هم شبکه های اجتماعی خیلی قوی ورود کردن، هر کسی هم میتونه خودش یک خبرنگار باشه. این تجربه پیاده رویش رو واقعی به اشتراک بذاره. و چیزی هم که مهمه اینه که اربعین انتها نداره، هر چقدر جمعیت بیاد باز هم امام حسین خودش مدیریت میکنه. خب باید قدر دونست دیگه، اگه قدر شما ندونیم ما هم از دست میدیم، فرق نمیکنه. اونا در آرزوش از دنیا رفتن، ممکنه ما هم لحظه آخر در حسرتش از دنیا بریم. متأسفانه حسرت ما قطعا بیشتره به خاطر اینکه در دسترس ما بوده و ما غنیمت نشمرد. به نظر من متحد بودن زیر یک پرچم خیلی خوبه، منتها اعمال ماست که ما رو تعریف میکنه. اعمال ما نشون میده که ما چه سمت و سوی داریم حرکت میکنیم، چی داریم میگیم و آیا در اون جهت حرکت میکنیم یا نه. به نظر من هر چقدر میتونیم، اگه معشوق امام حسین خودمونو به معشوق شبیه کنیم، کار عاشق هم میده، بستگی داره ما چی بخوایم. به دست ما رسیده دیگه، ممکنه از دست ما هم بره. اگه محدودش کنیم صرفا محرم و صفر، یعنی اینجا تموم شه، این فضا تموم شه، برادری ها تموم شه، احوال پرسی ها تموم شه، گذشته تموم شه، ایثار ها تموم شه، نه اگه انجام بشه خب چه اتفاق میفته؟ از دست میره دیگه، میشه صرفا یه مراسم حالت سوری که هر ساله برگزار میشه و هیچ تأثیری هم تو زندگی نداره. یه کاری کنیم که تأثیرش هی تداوم دار بشه، 3 ماه 6 ماه تا اینکه به یه چرخه برسه، چرخه بی پایان. من نرفتم، نه من اومدم نجف، مستقیم گفتم بیام قبل از اینکه کربلا رو اگه بخوام ببینم حتما ارزشش رو داشته باشم، ببینم جرأتش رو دارم پیاده روی تا آخر بیام، چون نجف بودم واقعا پام سست شده بود. یعنی گفتم فضا هم مثلا شلوغ بود دیگه، نمیدونم شهرم خیلی شلوغ بود، من خیلی مثلا آدم نیستم که بخوام سخت بدم، حتی شاید مثلا میگفتم که ماشین سوارشم بیام و یه زیارتی کنم و برگردم، با اینکه خیلی هم سرم شلوغه می‌خواستم برگردم، ولی گفتم که نه باید بیام. و هر چقدر میومدم جلوتر هی آسون‌تر میشه، به جای اینکه سخت‌تر بشه هی آسون‌تر و آسون‌تر میشه، و اینکه خودش میکشه دیگه، روز و شب پیاده راه میای. من خودم می‌خواستم هر روز احساس می‌کنم با اینکه بیشتر پای آدم درد می‌گیره، بیشتر خسته میشه، ولی هر روز تعداد عمودایی که آدم میاد بیشتر میشه. یعنی شاید اصلا آدم میخواد بدوه، بدوه که برسه. خب اقوام پدر مادر اینا همه زیارت رفتن، شرحشو برای ما گفتن، حضور شما عرض شود که تصاویرشو دیدیم، ولی واقعا قابل مقایسه نیست. خود منم دارم یه کار تصویر میگیرم،
شاید حالا مثلا مدیون شکم شاید بیشتر درگیر کنم، ولی واقعا باید بیان اینجا. یعنی پیاده روی باید شرکت کرد اگه واقعا میخوان حال و هواشو درک کنن. واقعا قابل مقایسه نیست با گفته ها و شنیده ها. حتما باید بیان تجربه کنن. حتی اون دوستانی که حالا مثلا یکم نسبت به این قضیه محافظه کارن یا مثلا گارد دارن، از دور نشستن یه کنجی نشستن فقط انتقاد میکنن، حرفای کلی میزنن، اینا نمیدونم پول ماست، نمیدونم اینا چی. بیان ببینن، بیان نگاه کنن عراقی که هیچی نداره، واقعا هیچی نداره. به عشق امام حسین هر سال شاید از لقمه زن و بچهش میزنه، جمع میکنه که بیاد اینجا به شماها خدمت کنه. بیایید و ببینید، یه بار ضرر نداره. این همه پایتخت های دنیا رفتید گشتید، بیاد اینجا هم بگردید، اتفاق نمیفته. یه ذره بهتون سخت میگذره ولی ارزشش رو داره. دیگه کارش نمیشه کرد. تنها کاری که وظیفه‌ای که ما داریم اینه که بگیم. نتیجه دیگه وظیفه ما نیست. ممکنه حالا هر اتفاقی میخواد بیفته، مسخره میکنن ایراد نداره، دست میندازن آدم ایراد میکنه، به آدم برچسب میزنن ایراد نداره. شما وظیفتون اینه که بگیم. دیگه اینکه نتیجه میده نتیجه نمیده اون دیگه بسپاره دست امام حسین. اگه طرف قابل هدایت باشه خودشون میخوان، خودشون هدایتش میکنن. حقیقتش از بچگی کتابای زندگی نامه امامان، امام علی علیه السلام و معصومین رو من میخوندم، دنبال میکردم، برام خیلی جذاب بود. و اینکه خب پدر مادر تشویق میکردم که این کار رو بکنم، حتما هیئت میبردن دیگه. عرض شود خدمت شما، ذکر امام حسین تو خونه ما بود. چرا آدم خیلی وابسته میشه، ولی این امید که سال دیگه هم حتما 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 برمیگردم دلم رو روشن میکنم. دوستانم که حتما برگردم. میدونم که این بازه زمانی گذشته، اربعین خب پیاده روی داره تموم میشه، ولی باز هم هست، باز هم سال هر سال بهتر بیشتر بهتر اتفاق میفته. خور جناب ما، من خودم چون شهر غریب خدمت کردم، غربت خیلی، تنهایی غربت خیلی اذیت میکنه، واقعا غمباره. تنها بودن الان این دور و بر، خب ما درکی از صحرا نداریم، شاید صحرای قدیم ما درکی از قدیم نداریم. تا الان اتفاقی که اینجا افتاده و هیچ کدوم چیزایی که اطرافمون هیچ کدوم اینا نبوده، هیچ یاری نداشتیم، هیچ یاوری نداشتیم، خیلی اذیت کننده. دعوت میکنم از همه کسانی که این ویدیو رو میبینن حالا به زبانهای مختلف به اربعین بیان، این مسیر رو پیاده بیان یا قسمتش رو پیاده بیان، حتما بیان ببینن، بیان ببینن زوار رو ببینن، مردم خوب عراق رو ببینن، مهمون نوازیشون رو ببینن. اینا همه آثار حکومت امام معصومه. اینجا بین زوار کسی گرسنه نمیمونه. بین اخلاق اگه گسترش پیدا کنه کسی دیگه تو دنیا گرسنه نمیمونه، کسی به ظلم نمیشه. بیان اینا ببینن، یاد بگیرن، برن توی کشور خودشون، توی جغرافیای خودشون مبلغ امام حسین میشن. لبیک یا لطفی که کردی تو به من، مادرم نکرد، ای مهربان ترم پدر و مادرم حسین.